لاریجانی بالاخره آمد. از همان لحظه اول هم جنجالی ظاهر شد. میگویند او حضور پیدا نمی کرد مگر با اطمینان از تایید صلاحیت. برای عبور از ممانع باید از روش‌های منسوخ ارتفاع بگیریم. مطابق انتظار ورود علی لاریجانی به انتخابات بلافاصله با واکنش شدید تندروها روبرو شد، زیرا او دست کم در یک دهه اخیر همواره مانع مهمی در برابر افراطی‌ها بوده است. شاید کمتر کسی بداند رشته دوره کارشناسی لاریجانی علوم رایانه از دانشگاه شریف بود، اما بعد از اخذ مدرک کارشناسی به توصیه شهید مطهری به سمت رشته فلسفه رفت و در این رشته دکترا گرفت. او در صورت تایید صلاحیت احتمالاً بتواند حمایت میانه‌روها، بخش‌های مهمی از اصلاح طلبان و شماری از اصولگرایان معتدل را به دست آورد. او اگرچه زمانی در مقابل اصلاح طلبان قرار داشت، اما باید اذعان کرد که لاریجانی کنونی به کلی با نسخه دهه 70 خودش متفاوت است. او که بعد از انقلاب در صدا و سیما و دولت‌های مختلف سمت‌های میانی داشت، پس از استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد در سال 71 جانشین او شد، اما یک سال بعد وزارت ارشاد را رها کرد تا بر صندلی ریاست صدا و سیما بنشیند. اظهار نظرها و مواضع سه طیف مشخص را میتوان در این بازتاب‌ها مورد تأمل قرار داد. در این دوره بود که با وجود تغییرات ساختاری وسیع در صدا و سیما، اصلاح طلبان او را به تک صدایی در رادیو تلویزیون متهم کردند و می گفتند با وجود در اختیار داشتن دولت و مجلس، سهمی برای ابراز نظراتشان در صدا و سیما ندارند. لاریجانی پس از خروج از صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نامزد شد، اما توفیقی به دست نیاورد. از این مقطع به بعد است که مسیر سیاسی لاریجانی به تدریج تغییر می کند و تفاوت دیدگاهش با اصولگرایان تندرو محسوس می شود. او در نقش دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات هسته‌ای با غربی‌ها شد، اما پس از دو سال به دلیل اختلاف نظر با احمدی نژاد استعفا داد. لاریجانی درباره چرایی استعفایش گفته بود: من حس می‌کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. تا یک مدتی قابل تحمل بود و بحث می‌کردیم، اما از یک زمانی به بعد من دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد که بنده مزاحم ایشان باشم. مقصد بعدی لاریجانی مجلس بود. او سال 86 وارد مجلس شد و با شکست غلامعلی حداد عادل به ریاست پارلمان رسید. در مجلس نیز اختلاف او با احمدی نژاد و همچنین جریان حامی مصباح یزدی ادامه یافت و در بهمن سال 91 پس از ماجرای استیضاح وزیر وقت کار به اوج رسید. به سلامان، شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردید. یک هفته بعد در جریان سخنرانی لاریجانی در مراسم 22 بهمن در قم، حامیان مصباح یزدی در اتفاقی کم سابقه با کفش و مهر به او حمله کردند. در سالهای بعد از آن تلاقی مجلس دهم با دولت میانه روی حسن روحانی باعث شد لاریجانی حتی صریح‌تر از گذشته علیه تندروها موضع‌گیری کند. اوج این تقابل در ماجرای مذاکرات هسته‌ای منتج به برجام رخ داد که طی آن جر و بحث‌های شدیدی میان لاریجانی و تندروها شکل گرفت. دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی زنگ زدن جلوی خود بنده به مسئول دفتر جناب عالی و خواهش کردن، گفتن به آقای لاریجانی بگید اینو از دستور خارج کنه. من دیشب ساعت 7 شب با آقای شمپانی پیش من بودن، ما از اول تا آخر این طرح بررسی کردیم با نظرات دبیرخانه. چند جا اجازه دادید که بیگانگان برای ما تصمیم گیری کنن، اجازه دادید که ما خودمون خدا کجا اینو گفته شده الان عرض میکنم. اجازه بفرمایید، آخه شما وقت که نمیدید، وقت به وقت میدید با زور. شما اختار باید بدید. من اختار دارم میدم. خب اختار دونو گفتین دیگه. من میخوام بگم طبق قانون اساسی این سلطه است. خیلی خوب، حالا همین رو اختار دونو دادین. لاریجانی در این مقطع دیگر به طور کامل تغییر کرده و با نسخه دهه 70 خودش سنخیتی نداشت، تا جایی که قاطبه اصلاح طلبان ریاست او در مجلس را به عارف ترجیح دادند. او پس از 12 سال ریاست مجلس را رها کرد تا این بار شانس خود را برای راه یافتن به پاستور بیازماید، اما در کمال تعجب شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 رد کرد تا ابراهیم رئیسی بدون هیچ رقیب جدی پیروز انتخابات شود. رد صلاحیت لاریجانی آنقدر غیر منتظره بود که حتی گلایه رهبری را هم به دنبال داشت. جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از
کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه. مطالبم اینه از دستگاه مسئول که جبران کنن. او حالا پس از 3 سال بار دیگر نامزد شده و به نظر میرسد میتواند میان روها، هم از مستقلین و بخشهایی از اصولگرایان و نیز بخشهای مهمی از اصلاح طلبان را همراه خود کند. ثبت نام او واکنش‌های تندی از سوی تندروها به دنبال داشته، تندروهایی که او را از جنس حسن روحانی می‌دانند. همه اینها باعث شده حملات به او اوج بگیرد و رادیکال‌ها را دست به کار کرده تا اجازه ورود لاریجانی به پاستور را ندهد.